تیم ملی والیبال ایران که با هدایت ولادیمیر الکسنو، سرمربی سابق تیم ملی والیبال مردان روسیه، در مسابقات والیبال المپیک توکیو شرکت میکنه، با تصمیم کادر فنی و فدراسیون والیبال از رقابت‌های لیگ ملت‌های والیبال 2021 که با قهرمانی مردان سرزمین قهوه به پایان رسید، به عنوان رویداد تدارکاتی پیش از المپیک استفاده کرد که با 5 برد و 10 باخت برای والیبال ایران به اتمام رسید. 12 تیم حاضر در مسابقات والیبال مردان المپیک توکیو در دو گروه 6 تیمی تقسیم شدند که با توجه به قرعه‌کشی فدراسیون جهانی والیبال، تیم ملی والیبال ایران در گروه A مسابقات با تیم‌های ژاپن میزبان، لهستان، ایتالیا، کانادا و ونزوئلا هم گروه است. اما در گروه B مسابقات هم تیم‌هایی همچون برزیل، قهرمان دوره گذشته المپیک، امریکا، روسیه، آرژانتین، فرانسه و تونس حضور دارند. با توجه به تیم‌های همگروه ایران، والیبال ایران توانایی صعود از مرحله گروهی رو داره، اما نکته مهم ریکاوری بازیکنان از لحاظ روانی که اونها رو از شرایط باخته متوالی خارج و روی دور برد بیاره. با توجه به احتمال صعود نشینی یکی از سه تیم برزیل، امریکا و روسیه در گروه دوم مسابقات والیبال المپیک توکیو، در صورت قرار گرفتن تیم ملی والیبال در رتبه چهارم گروه نخست، احتمال برخورد تیم ملی والیبال با یکی از این سه تیم در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات والیبال المپیک وجود دارد. اگر اوضاع بر وفق مراد والیبال ایران در المپیک توکیو باشه و شاگردان الکسنو از پس ژاپن میزبان، کانادا و ونزوئلا بر بیایند، به نظر میرسه تیم‌های ایتالیا و لهستان جدی‌ترین رقبای ایران در مسیر صعود به مرحله چهارم نهایی المپیک باشه. اما با توجه به عدم حضور نفرات اصلی تیم ملی والیبال ایتالیا در مسابقات لیگ ملت‌های والیبال و نبودن داده‌های کافی برای آنالیز لاجوردی‌پوشان حاضر در المپیک توکیو، مساف ایران با شاگردان لورنزو بلنجینی و عقاب‌های سرخ و سفید اروپا سخت‌ترین دیدارهای دور گروهی والیبال ایران خواهند بود. اما در این بین نباید از سامورایی‌های میزبان هم غافل شد، زیرا ژاپن از سال 2017 برای مسابقات المپیک برنامه ریزی کرده و میتوان شگفتی ساز دور گروه باشد. اما از نفراتی همچون آسمانی خوان تورنا، ایوان زایتز، بارتوش کورک، میخائیل کوبیاک، نیشیدا و سیمون جیانلی، ستارگان رقبای والیبال ایران در گروه نخست والیبال المپیک محسوب میشوند که ایران برای برد برابر تیم‌های ایتالیا، لهستان و ژاپن باید این نفرات را به خوبی آنالیز و در طول مسابقه از کار بیاندازد.